سلام به همه بینندگان عزیز در هر کجا که هستید روزنامه حکومتی چهارشنبه سیوم مرداد مهمترین تیترهای خودشون رو به دود و دم حول سفر ظریف و همینطور حرفهای شمخانی در مورد پشیمونی از امضای برجام اختصاص دادن کنار اونم هم ترکشای بحران درونی در رژیم سر رودروی رؤسای سابق و اسبر قضایی آخوندی دیده میشه در ضمن امید درمانی های رئیس کل بانک مرکزی و برخورد با معترضین به سک کشی از تیترهای دیگه روزنامه های است توی روزنامه های باند خامنه تلاش کردند که با انعکاس نامه آخون جنتی در مورد دعوای یزدی و آمولی لاریجانی موضوع رو دعوای داخلی شورای نگهبان جلوه بدن اما روزنامه های باند رقیب با تره نکات جدیدی از این دعوا گوشه های جدیدی از عمق بحران درونی رژیم رو نشون دادن روزنامه همدلی اینطور نوشته برخی شخصیت های حقیقی و حقوقی خطاب به دو روحانی حوزه قوم درخواست کردند که اختلافات را به صورت شخصی مطرح کنند. چنین اختلافاتی در حوزه فکری و یا فقهی نیست بلکه مسائل و موضوعاتی است که با هستی و هویت امروز و فردای تمام مردم ایران و نسل بعد ارتباط دارد. اینکه در قوه قضاییه چه میگذرد روند جلسات شورای نگهبان به چه نفس و مجلس خبرگان رهبری به عنوان مهمترین محل هماندیشی سیاسی کشور چگونه اداره و راهبری می شود موضوعاتی نیستند که بتوان از انظار مردم پنهانشان کرد به هر حال ولی نعمتان باید ناظر بر عمل کرده خادمان خود باشند آنچه دامنگیر اسلام، روحانیت، انقلاب و نظام خواهد شد پنهانکاری های مسلحت اندیشانه و نقاب فکنانه است که روزی دومل چرکینش سر باز خواهد کرد و آن روز دیگر دیر شده است دستگاه قضا برای آنکه مبارزه خود با فساد را به نحو احسن انجام دهد بین انتخابیون و انتصابیون تبعیض قائل نشود روزنامه ستاره صبح هم نوشته حضور ابراهیم رئیسی به جای آملی لاریجانی در قوه قضاییه نه تنها یک جابجایی مدیریتی در دستگاه قضا بلکه یک جابجایی مدیریتی در جناح اصولگرایی نیز بود اتفاقی که به نظر میرسد منجر به برخی تصویه حساب های سیاسی درون جریان اصولگرایی هم شده و از همین روز که یزدی این گونه زبان به نقد آملی لاریجانی باز کرده است بریم سراغ موضوع بعدی یعنی برجام که سوژه حملات کیهان خامنه به باند روحانیه کیهان نوشته پاسگل تازه اراخشی به دولت های بدعهد اروپایی در حالی که تصمیم کاهش تعهدات برجامی با هدف فشار به اروپا برای انجام تعهداتش اتخاذ شده سیداباس عباس به ادامه روند فعلی حضور در برجام اطمینان داد مرتاد لاهوتی اظهار کرد اراخچی این موضوع را مطرح کرد که فعالیت های هستهی نظام دارای مشروعیت بین المللی است و تا زمانی که منافع ما در برجام تمین شود نظام در برجام میماند. باید از اراخچی پرسید معنای تا زمانی که منافع ما در برجام تمین شود در برجام میمانیم دقیقا یعنی چه و آیا این سخن پیغامی جز اطمینان خاطر به اروپایی ها منتقل می کند تا بی مبالات تر از گذشته به نقض توافق ادامه دهند؟ در آن صورت آیا کاهش میلیمتری تعهدات برجامی بازدارنده خواهد بود؟ باز همین کیهان خامنی نوشته علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در مصاحبه با شبکه NBC نیوز گفت ما نباید توافق هسته یه دوران این ریاست جمهوری باراک اوباما برجام را امضا می کردیم موضع شمخانی درباره اشتباه بودن امضای برجام موضعی به جاست که پیش از اینها باید ابراز می شود. یکی از روزنامه های باند روحانی به انزوای منطقه رژیم و بی اثر بودن اقدامات ظریف از کرده روزنامه ای آرمان ملی اینطور می نویسه هرچند هنوز از زبان مقامات کشور به اشاره نشده است شبکه الجزیره به نقل از مدیر دفتر خود در کویت اعلام کرد که ظریف در دیدار خود با مقامات کویتی پیشنهاد تشکیل نیروی دریایی مشترک برای تأمین امنیت آبهای منطقه را مطرح کرده است حدود چهار سالی از پیشنهاد تأسیس مجمع گفتگوی منطقی و چند ماهی هم از پیشنهاد انقاد پیمان عدم تجاوز می گذارد. اما تا به حال کشورهای عربی حوزه خلیج فارس واکنش خاصی به این پیشنهادها نشان ندادند. دلیل دیگر به زمان ارائه این پیشنهادات برمیگردد که در واقع در زمانی سوخته یا نیمه سوخته است و همین آنها را به رغم اهمیتشان از حیز انتفاع می اندازد. در واقع زمان ارائه این طرحها که البته می باید اساسا خروجی ماراتون گفتگوهای مشترک باشد نه اینکه قبل از آن در قالب یک سری عناوین طرح شود سالها پیش بود توی روزنامه باند روحانی موضوع رفراندوم برای از ثروت و قدرت تو نمایش آتی انتخابات دیده میشه روزنامه آرمان ملی جامعه ایرانی در حوزه های مختلف دارای مسائل و مشکلاتی است که گاه به سطح اختلاف مطالبات میان مردم و مسئولان میرسد در این بین بسیاری اصل 59 قانون اساسی یعنی رفراندوم و مراجعه به آراء عمومی را بهترین راه برای حل مسائل مورد اختلاف می‌دانند. سال هاست که ادعی در کشور دچار خود نظام پنداری شده و فکر می‌کنند که نظر آنها نظر حاکمیت است در حال حاضر ادهی مسئله را به جای رساندند که اگر به مردم باشد به آنچه ما می خواهیم نمیدهند، نمی دهند و این مایه تضیف حاکمیت می شود در صورت که این روی کرده غلط ناشی از پدیده خود نظام پنداری است. فکر میکند که اگر خودشان نباشند نظام نیست. روزنامه ستاره صبح هم اینطوری می نویسه. واقع امر آن است که تابو بودن رفراندوم یا مراجعه به آراء عمومی در بعضی مسائل اساسی نتیجه این است که اجرای این است با منافع موقعیت و مسئولیت های گروه یا افرادی در تضاد است اما اقرار ازان به مزدور پروری و تملق گفتن و چاپلوسی موضوع سرمقاله یکی از روزنامه های حکومتیه روزنامه جمهوری اسلامی اینطور نوشته شاه صفوی درباریان را به یک زیافت شاهانه میهمان کرد و به خدمتکاران دستور داد سر قلیان ها را به جای تنباکو از سرگین اسب پر کنند. درباریان مشغول کشیدن قلیان شدند و با اینکه دود و بوی پهن اسب فضا را پر کرده بود از بیم ناراحتی شاه پشت سر هم بر قلیان پک عمیق زده و با احساس رضایت دودش را هوا میدادند. گویی در عمرشان تنباکوی با آن خوبی به قلیانشان ندیده بودند. شاه رو به آنها کرد و گفت سر قلیان ها با بهترین تنباکو پر شدند که حاکم همدان برای ما فرستاده است. در تایید سخن شاه همه از تنباکو و عطر آن تعریف کرد و گفتند به راستی تنباکوی بهتر از این نمیتوان یافت. شاه عباس به رئیس نگهبانان دربار که پک های بسیار عمیقی به قلیان میزد نگاه کرد و پرسید تنباکویش چطور است؟ رئیس نگهبانان گفت به سر علا حضرت قسم پنجاه سال است که قلیان میکشم اما تنباکویی به این اتومزه ندیدم شاه با تحقیر به درباریان نگاهی کرد و گفت شویتان ببرد که به خاطر حفظ پست و مقام حاضرید به جای تنباکو پهن اسب بکشید و به به و چه چه کنید چنین روشی متاسفانه اکنون در حال تپیر شدن به یک فرهنگ در بدنه نظام جمهوری اسلامی است و به نظر می رسد انگیزه آن برای ای حفاظت از مقام و منصب است و برای ادهی دیگر نوعی نردبان ترقی خب دوستان عزیز این بود نگاه امروز ما به روزنامه رژیم خیلی ممنون از اینکه ما رو همراهی کردیم